با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. واقعا خیلی دلم میخواد بدونم اینکه وسط یه دعوای شدید پولت رو از قلدرترین دشمنت پس میگیری، در ادبیات دیپلماتیک اصلاح طلبا اسمش چیه؟ رسانه‌های آمریکایی با عصبانیت می‌نویسند در حالی که ایران و متحدانش از هر طرف موشک و پهپاد به آمریکایی‌ها می‌کوبد، بایدن 10 میلیارد دلار دیگر از پول‌های ایران رو آزاد کرد. اگه شما هم اصطلاحی به ذهنتون میرسه حتماً برامون کامنتش کنید. در همین زمینه لازمه بگم که وزارت دفاع آمریکا گفته که طی یک ماه اخیر پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه 58 مرتبه هدف حملات مقاومت قرار گرفتن. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که از 17 اکتبر گذشته تا امروز پایگاه‌های نظامی این کشور در عراق و سوریه 58 مرتبه که فکر می‌کنم امروز شده 59 مرتبه هدف قرار گرفته است. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، در گفتگوی مطبوعاتی با بیان این موضوع مدعی شد که تمام این حملات ناکام ماندن و تلفات و خساراتی هم در پی نداشتند. وی افزود از این تعداد حمله 27 مورد در عراق و 30 تا 31 مورد هم در سوریه انجام شده است. معاون سخنگوی پنتاگون مدعیه که آمریکا حتما این حملات رو بدون پاسخ نخواهد گذاشت. این ادعاها در حالی مطرح شدن که ساعتی پیش پایگاه عین الاسد باز هم هدف حمله قرار گرفت. گروه مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه اعلام کرده که مجاهدان در پاسخ به اقدامات دشمن صهیونیست علیه مردم غزه، پایگاه اشغالگران آمریکایی در عین الاسد را با 2 پهپاد هدف قرار دادند که مستقیما به اهداف اصابت کرد. این در حالیه که وزیر امور خارجه کشور هم طی صحبت‌های هشدارگونه گفته طی 40 سال گذشته پیام‌های میان ایران و آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا رد و بدل شده. در پاسخ به آمریکا گفتیم که ایران خواستار گسترش جنگ نیست، اما به دلیل رویکرد اتخاذ شده توسط آمریکا و اسرائیل در منطقه، چنانچه اقدامات علیه مردم غزه و کرانه باختری متوقف نشود، هر احتمالی قابل بررسی است و درگیری‌های گسترده‌تر ممکن است اجتناب ناپذیر شوند. همراستا با وزیر امور خارجه کشور، فرمانده دافوس ارتش هم گفت ما با استفاده از ظرفیت‌های داخلی دستورالعمل‌های مورد نیازمان را به صورت بومی تهیه کرده ایم و الان هیچ وابستگی به خارج از کشور نداریم و دائما در تلاشیم که آماده جنگ باشیم و چون ما همیشه آماده هستیم جنگی صورت نمی‌گیرد. همزمان با این تنش‌ها و در حالی که ایران با وجود تحریم‌ها حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کنه، کنگره آمریکا اخیراً لایحه‌ای با هدف مجازات شرکت‌هایی که به صادرات نفت ایران کمک می‌کنن ارائه داده. مشاور کاخ سفید در حوزه انرژی میگه آمریکا تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران را در بحبوحه حمله اسرائیل به غزه با هدف کاهش بیش از 1 میلیون بشکه در روز از صادرات نفت این کشور سخت‌تر می‌کند. خب مثل اینکه یک خبر داغ و فوری هم داریم. حمله مسلحانه به سفارت اسرائیل در باکو. میدل ایست نیوز طی خبری فوری نوشته نیروهای امنیتی آذربایجان یک حمله مسلحانه به سفارت اسرائیل در باکو را خونسا کردند. رسانه‌های اسرائیلی هم در این راستا نوشتن که یک حمله تروریستی علیه سفارت اسرائیل در باکو انجام شد. به نقل از این رسانه‌ها، یک فرد ایرانی الاصل مسلح سعی در وارد شدن به سفارت اسرائیل کرده است. کارمندان سازمان امنیت دولتی آذربایجان او را بازداشت و خلع سلاح کردند. فعلا هیچ گونه اطلاعات و جزئیات بیشتری در این راستا منتشر نشده دوستان. به محض اطلاعات بیشتر شما را هم در جریان قرار خواهیم داد. خب در ادامه ویدیو هم بریم یه سری بزنیم به تنش‌ها در مرز لبنان و فلسطین اشغالی. رژیم صهیونیستی بامداد امروز منزل خالد ابوهلال، دبیرکل جنبش الاحرار فلسطین در محله شیخ رضوان رو بمباران و اون رو با خاک یکسان کرد. برخی منابع محلی فلسطینی هم گزارش دادن که او و فرزندش در این بمباران به شهادت رسیدن، اما منابع رسمی هنوز این خبر رو تایید نکردند. شبکه المنار از حملات جنگنده‌های رژیم موقت صهیونیستی به حومه شهرک‌های ناقوره و الجبین خبر داد. حزب الله هم اعلام کرده که در حمایت از مردم غزه تجمع نظامیان صهیونیست نزدیک پادگان رامیم رو با سلاح‌های مناسب هدف قرار داده. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرده ساعات اخیر اجتماع سربازان صهیونیست را در رامیم، المرج و اتیهات هدف قرار داده است. این در حالیه که
تامیر هیمن، رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل گفته با کمال صداقت باید بگم که هیچ پیروزی هر چقدر هم که بزرگ باشه نمیتونه شرم ناشی از شکست 7 اکتبر رو از بین ببره. فرمانده ارتش اسرائیل با این همه دک و پوز این حرفا رو زده. اون وقت شاه گلدن مجری تلویزیون کانال 14 اسرائیل بدون اینکه خندش بگیره تو برنامه زنده گفته که از غزه تا تهران به سلاخیتان خواهیم آمد، بعد از غزه نوبت لبنان و سپس نوبت ایران هست. هر کس حتی آمریکا اگر بخواهد جلوی نابودی حماس را بگیرد نابودش میکنیم، حاضریم با همه دنیا بجنگیم. لطفاً شما نظرتون رو در مورد این خزعبلات و گندگویی ها برامون کامنت کنین. و اما در انتهای این ویدیو هم بریم یک کلیپ ببینیم که کانال ایرانیک تیوی تهیه و منتشر کرده و در مستندی کوتاه به نام حقیقت ماجرا به چرایی تعطیلی شبکه من و تو دروغ های این رسانه درباره بسته شدن و افشاگری درباره کارفرمایان خارجی این رسانه پرداخته. تعطیلی شبکه من و تو خبری است که این روزها مدام از رسانه‌های مختلف به گوش می‌رسد، چیزی که عوامل شبکه بارها در برنامه‌های مختلف به آن اشاره کردند. آخرین روز پخش شبکه من و تو برای ما امروز روز خیلی عجیبی بود. برخی از عوامل وجود مشکلات مالی را دلیل تعطیلی شبکه معرفی می‌کنند. نمیتونیم از پس مخارج بر بیاییم. درآمد ما از محل پخش این تبلیغات از اون چیزی که انتظار داشتیم هم فراتر بود و امیدوارتر هم کرد شبکه من و تو رو که این مدل میتونه موفق هم باشه. اما متاسفانه در منطقه‌ای که ما هستیم هممون میدونیم بی‌ثباتی سیاسی، نابسامانی اقتصادی، همه اینها در منطقه، این ایده تلویزیون تجاری به هر حال به اون صورت هم کار نمی‌کنه. مجریان شبکه من و تو در حالی مدعی هستند از جایی حمایت نمی‌شوند و شبکه به دلیل استقلال مالی در حال تعطیلی است که سالها بدون پخش تبلیغات بازرگانی برنامه‌های شبانه روزی ساختند. ما نتونستیم زیر پرچم عربستان بریم، نتونستیم زیر پرچم اسرائیل بریم، نتونستیم زیر پرچم انگلستان بریم. نه اسرائیل پشت ما بوده، نه هممیهنان بهاییمون پشت ما بودن. اما حقیقت ماجرا چیست؟ برای فهمیدن پشت پرده این ادعاها بد نیست سری به همپیالگی های این رسانه و اپوزیسیون خارج نشین بزنیم که سالها با این شبکه در ارتباط بودند. حسن اعتمادی از افراد برجسته این جریان و یکی از بنیانگذاران شبکه من و تو در اظهاراتی چنین میگوید: به طور قطع این بودجه رو فرد نمیتونه بپردازه، چون الان 6 ساله که من و تو داره کار میکنه. اسپانسرها یا نمایندگان اسپانسرهای این تلویزیون نخستین بار در امریکا کیوان و رها رو ملاقات کردن. بودجه دولت، بودجه تلویزیون من و تو بودجه دولتیه، مال پنتاگونه. لقمه شبکه من و تو چنان گلوگیر است که شهرام همایون از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون خارج نشین با کنایه و طعنه از مدیر این شبکه می‌خواهد این خیر را معرفی کند. 15 سال این 20 میلیون پوندو از کجا اومده؟ برای چی اومده؟ بابا 20 میلیون پوند 30 میلیون دلار، بعضی از کشورها بودجهشون 30 میلیون دلاره. 30 میلیون دلار یعنی ماهی 2,500,000 دلار. ولی خب هدف چی جناب عباسی؟ کاش که میگفتید این 15 سال این بانی خیر کی بوده. داریوش سجادی از دیگر تحلیلگران سیاسی نیز تمام اظهارات عوامل این شبکه را زیر سوال برده و بیان میکند این شبکه تا به امروز به هیچ عنوان دغدغه پول نداشته است. تلویزیون من تو دقت میکردید و بکنید، یک ختم آگهی تبلیغاتی نداره، همونطور که اینترنشنال نداره، همونطور که بی بی سی نداره، چرا که بودجهشون دست دولته و دغدغه فلواقع مالی نداره. این تلویزیون اعلام کرد که به زودی تعطیل میشه، اونم به قول فرمان شما در بحران مبتلا به خاورمیانه و جنگ سنگین اسرائیل. خب همه میدونید و میدونیم که شائبه وصل بودن این تلویزیون به دولت تل آویو خیلی جدی، هم نیروهای سلطنت طلب و هم دولت اسرائیل از در واقع اسپانسرهای مالی این تلویزیون هستن. صاحب نظران دیگر هم که سالها بلندگوی این قبیل رسانه ها بوده اند به این موضوع اعتراف کردند. شبکه های فارسی زبان که با بودجه های خصوصی و کوچک در لس آنجلس شروع به کار کرده بودند، حالا عمدتا در دست شرکت های بزرگتری بودند که از لندن و با بودجه های کلان بیننده فارسی زبان رو مسحور تلویزیون کرده بودند.
خب تلویزیون‌های لس آنجلس بیشتر با سرمایه شخصی اداره میشه. رسانه مخارج خیلی سنگینی داره. وقتی هزینه یک تلویزیون فقط منحصر به چند آگهی یا احتمالاً کمک چند آدم علاقمند به سرنوشت ایران باشه، خب طبیعتاً نمیتونه اون گونه که الان شما عمل میکنید بتونه عمل بکنه، یا تلویزیون دیگری که با بودجه دیگری کار میکنه. برایندی که از این اتفاقات به دست می آید این است که این رسانه بعد از ناکامی در پیاده سازی اهداف و سیاست‌های حامیان مالیش و کنار زده شدن توسط آنها، با تغییر رویه و ادعای استقلال به دنبال سرکیسه کردن مخاطبان خود می باشد و همچنین با این اشک تمساح ریختنها در صدد جلب حامیان مالی جدید هستند. خیلی ممنون و متشکرم عزیزان که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.